عرض سلام، با تعمیر گلیم در خدمتون هستیم. یک نوع ترش بافته و همچنان که میبینین تارها از بین رفته و میخوام با شروع کنم با کشیدن و جایگزین کردن تارها. چون این گلیمه یکم درشت بافته، بعد خیلی زیاد مهم نیست که ما این تارها رو از جای دیگه در بیاریم یا نه. فعلا همینجوری که هست ما تارهاش عوض میکنیم. بعد اینکه تارها رو عوض کردیم، موقعی که میخواییم جای رفو رو تمیز کاری کنیم، اون موقع توضیحات کامل بهتون میدم که چیکار باید بکنیم که کارمون تمیزتر در بیاد. ما کارمون رو ثابت کردیم روی تخته صاف و همچنان که میبینید با میخا من صاف کردم و این تارهایی که من میکشم نه زیاد شل شل که معلوم بکنه، نه زیاد سفته، همون اندازه که به تخت ثابتش کردم من. به خاطر اینکه گلیم خیلی شل هست، من زیاد کلوف ور نداشتم که اندازه همون اندازه تارای خودشو، و چون این تارها داخل فرش داخل گلیم باقی میمونه، من سوزنم و نخم و پشمی که استفاده کردم، نخ پشمی، و ترجیح دادم که نتابونم همینجور جفتی استفاده بکنم. همچنان که ببینید سعی میکنم که درست از داخل تارهایی که قبلا داره از اونجا بیام که دیگه بعدا مشکلی ایجاد نشه. همچنان که میبینید من آخرین تار رو میکشم اینجا، توی اینجا سالم هستش، اینجا پاره شده و دوباره اینجا جاهایی که سالم هست من نگه میدارم، سعی میکنم که از بین نره. اینجا رو پاره بکنم، از اینجا کیچ کنم،
کارمون رو چارچوب ثابت کردیم و شروع میکنیم به تمیزکاری دوربر کارمون، جاهایی که ما لازم نداریم و نمیخوایم که چیز بشه، دو کاره بشه، اونا رو خالی میکنیم و میتونیم تارایی که پاره شده اینجوری از پشت بگیریم و گیج کاری کنیم. شروع میکنیم که تمام اینا رو خالی میکنیم که پشم دوباره براش ببافیم. چون جای برگشتن نزدیکه بهتره که من این تشخیص دادم که این جا رو خالی کنم که کار زیاد بعد دیده نشه. دور بر تمام اینا رو من خالی میکنم که اینا رو که دوباره کاری نشه. اوکی، همچنان که میبینید من تمام دوربر رفو رو نسبت به اون سلیقه‌ای که داشتم ترجیحاً این قسمت رو خالی کردم، اینجا رو خالی کردم چون اینا به خودش برگشت خورده دیگه دست نزدم و تمام اینجا رو خالی کردم. در کلیپ بعدی در خدمتتون هستیم با بافت همین گلیم. فعلا با اجازه.